سرخط مهمترین خبرها. لشکر تازه طالبان مهر. پنجشیر سقوط طالبان را در شمال به زودی رقم می زند. پاکستان توده، مای اصل طالبان تمام شده است. حمدالله محب سالی درباره وضعیت جنگی به اشرف غنی معلومات نادرست و بدور از حقیقت می داد. افراد ناشناس 4 تن از طالبان را در شارای قندوز بغلان کشتند و 2 زن در اروزگان کشته شدند. با یاد خدا کافی از ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. حمدالله محب سالی درباره وضعیت جنگی به اشرف غنی معلومات نادرست و بدور از حقیقت میداد. یک هفته پس از آن که حمدالله محب مشاور شورای امنیتی ملی پیشین رسانه ها را مقصر اصلی سقوط افغانستان به دست طالبان خواند، اوگنون در مصاحبه ای گفته است کمرالله سالی درباره وضعیت جنگی کشور به اشرف غنی معلومات نادرست میداد. آقای محب در تازه ترین مصاحبه خود با بی بی سی برای نخستین بار پرده از اختلافهایشان با امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور فراری افغانستان برداشته و او را متهم کرده است که معلومات و مشوره های نادرست و بدور از واقعیت درباره وضعیت جنگی به اشرف غنی میداد. اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام برده در این گفتگو گفته است هر موردی که مربوط به ناکامی من باشد مسئولیت کامل آن را بر عهده میگیرم و به خاطر آن عذرخواهی میکنم. امیدوارم هر کسی که مسئولیت داشته بیاید و توضیح بدهد. آقای محب اضافه کرده است که مردم افغانستان احساساتی و خفه هستند. اما اگر از زاویه دید رئیس جمهور افغانستان دیده شود، 2 هفته جنگ غیر از بدبختی بیشتر درد دیگر را دوا نمیکرد. مشاور پیشین شورای امنیتی ملی در ادامه افزوده که امیدوار است تمامی کسانی که در قضیه سکوت حکومت سابق دخیل بودند بیاین و توضیح بدهند. افراد ناشناس 4 تن از طالبان را در شارای قندوز بغلان کشتند. منابع محلی در ولایت قندوز میگویند که تفنگداران ناشناس در منطقه گردآب شارای قندوز بغلان بالای یک قرارگاه طالبان یورش بردند. منابع جمعه 30 ثور به روزنامه 8 صبح میگویند که این حمله دیشب انجام شده و در نتیجه آن 4 تن از طالبان کشته شدند. به گفته آنان درگیری حدود 2 ساعت دوام داشته است. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. مسئولان محلی طالبان در قندوز تا هنوز چیزی در این مورد نگفتند. دو زن در اروزگان کشته شدند. منبعی از ولایت اروزگان میگوید که 2 زن در مرکز و ولسوالی دهن رود این ولایت کشته شدند. منبع به روزنامه خبرگزاری 8 صبح میگوید که در 2 رویداد جداگانه روز پنجشنبه 29 ثور در شهر تیرینکوت مرکز و ولسوالی دهن رود ولایت اروزگان 2 زن کشته شدند. منبع می افزاید که این رویدادها در پی اختلافات خانوادگی به وقوع پیوسته است. مسئولان محلی طالبان در ولایت اروزگان می گویند که مرد به نام مولاداد همسرش را در ولسوالی دهن رود ولایت اروزگان به قتل رسانده است. محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان اما در مورد این رویدادها چیزی نگفته است. پاکستان توده، مای اصل طالبان تمام شده است. روزنامه پاکستان توده با توجه به نشست اخیر مخالفان طالبان در ترکیه در مطلب نگاشته است طالبان احتمالاً در 9 ماه هرگز مای اصل نداشتند، اما اگر داشتند اکنون قطعاً تمام شده است. با باور این روزنامه با تشکیل شورای عالی مقاومتی ملی در انقره، یعنی نشستی که متشکل است 40 شخصیت برجسته افغانستان به دعوت عبدالرشید دوستان رهبر کهنکار معلوم شد که مخالفان طالبان در حال اتحادند. پاکستان توده در ادامه افزوده
به نظر می رسد که دولت طالبان به جای تلاش برای انجام تعهدات خود به جامعه بین المللی به بازگشت به گذشته تمایل دارد. یکی از فاجعه‌آمیزترین اقدامات اخیر اعمال ممنوعیت افشای صورت زنان در محضر عمومی بود که شامل ممنوعیت حضور مرجیان زن تلویزیون بدون پوشیدن صورت بود. این روزنامه پاکستان لغو کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز نمونه دیگر از عدم پایبندی طالبان نسبت به تعهداتشان با جهان دانسته است. نویسندگان پاکستان توده در ادامه به منافع پاکستان در افغانستان نیز اشاره کرده و گفته پاکستان منافع در افغانستان دارد و نمیتواند تعهدات آنجا را نادیده بگیرد. این روزنامه پاکستانی در پایان نگاشته است که پالیسی در افغانستان بیشتر یک موضوع نظامی میباشد نه دیپلماتیک. این سخنان در حال مطرح می شود که طالبان پس از 9 ماه مشروعیت جهانی نداشته و جنگ شدید در پنجشیر و اندراب نیز جریان دارد. لشکر تازه طالبان مهر پنجشیر سقوط طالبان را در شمال به زودی رقم می زند. در 9 ماهی که طالبان قدرت را به دست گرفتند همواره تلاش کردند تا تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان را به عنوان یگانه دستاورد حکومتشان برخ جهانیان بکشند. تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان به این باور هستند که روایت تأمین امنیت سرتاسری برای طالبان اهمیت زیاده دارد، اما پنجشیر تا جایی که ظاهراً به دردسر برای طالبان تبدیل شده است. جنرال مبین سخنگوی پیشین فرماندهی امنی طالبان در کابل با نشر تصویر از ایزام افراد تازه طالبان به پنجشیر خبر داده و گفته است آنان از عفو عمومی سوء استفاده کردند، پس اکنون کمی صبر کنید. لشکرکشی دوباره نیروهای تازه نفس از سوی طالبان به ولایت پنجشیر و سفر مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به این ولایت با واکنش های گسترده شمار سیاستگران و فعالان شبکه های اجتماعی روبرو شده است. در همین حال بهار مهر مشاور پیشین وزارت داخله گفته است که پنجشیر سقوط سریع طالبان را در شمال به زودی رقم می زند. آقای مهر در توییت نگاشته است که با در نظر داشت تجربه های گذشته شکست دشمن در پنجشیر وقت رقم می خورد که آنان به تصور غلط اشتباه ایرازی توسط نیروهای پیشتر متحمل تلفات پیشتر می شوند. از سوی دیگر داود ناجی مشاور پیشین شورای امنیت ملی در واکنش به این اقدام طالبان گفته است حاکمیت یک مشروعیت داخلی و رسمیت بین‌المللی استقلال مالی و ظرفیت اداری ندارد و تنها مشخصه آن تسلط بر جغرافیا است و کابوسشان از دست دادن جغرافیا. و می افزاید که طالبان با این عمل قصد خفه کردن مقاومت مسلحانه در نطفه را دارند. فرستادن جنگجویان تازه از جنوب به ولایت پنجشیر در حال صورت می گیرد که این ولایت در هفته های اخیر شاهد درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومتی ملی بوده و طالبان تا اکنون موفقیت در این جنگ نداشتند.